به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. خوش آمدید به دوره پنجم اقتصاد کلان و واقعا همت شما رو تبریک عرض می کنم. خیلی خوشحالم که الان در خدمتون هستم. خیلی یک وقفه ای افتاد بین دوره چهار و دوره پنج. خب دوستان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدند و ما افتخار داریم که خدا را شکر ادامه میدیم. دوستان عزیز، دوره یعنی چپتر ده یا فصل ده کتاب آقای منکیو تا حدی مطالب فصلهای ابتدایی کتاب را مجدداً مرور میکنه و به یک نحو دیگری این مطالب رو تکرار میکنه و با در واقع مطالب جدیدتری سعی میشه که مطالب پیشین برای شما عزیزان جا بیفته و از اینجا هست که ما وارد شرایط جدیدی میشیم که به شما قدرت تحلیل رو انشالله ارائه خواهیم داد و امیدوارم که در انتهای این دوره شما راضی بوده باشید. دوره چهار فقط به مسئله اقتصاد در بسیار بلند مدت توجه میکرد، یعنی فصلهای اقتصاد در بسیار بلند مدت رو ما در دوره چهار همه رو با هم بررسی کردیم، چون اقتصاد رشد که اتفاقاً تز دکترای بنده هم در زمینه اقتصاد رشد بود، اقتصاد رشد یک جزیره هست در اقتصاد کلان. ما دو نهله اصلی یا دو تحقیق اصلی یا دو مسیر اصلی در اقتصاد کلان داریم. یکی اقتصاد بسیار بلند مدت هست که نظریه رشد یا گروث اکونومیکس به اقتصاد بسیار بلند مدت میپردازه. یکی دیگه این هست که نوسانهای تجاری رو ما توضیح میدیم. این نوسان‌های تجاری تحت عنوان economic fluctuation شناخته میشه و در واقع میخواییم بزنس سایکل رو خدمت شما توضیح بدیم یا چرخه‌های تجاری رو خدمت شما توضیح بدیم. این مطالب در ایران متاسفانه خوب جا نیفتاده. اصلا تعریف بزنس سایکل رو به درستی نمیدونند عزیزان و در رهنمودهایی که میدهند بعضی وقتا دچار مشکل میشوند. البته فقط ایران اینطور نیست، در حتی امریکا هم مشکلاتی در شناسایی بیزنس سایکل خیلی وقتا ایجاد میشه، یعنی مواقعی وجود داره که اختلاف نظر بین اقتصاددانان در میگیره که آیا ما الان مثلا وارد دوران رکود شدیم یا نشدیم، یا وارد دوران رونق شدیم یا نشدیم. این هست که NBER که نهاد اصلی پژوهش در زمینه اقتصاد در امریکا هست، یک کمیته ای داره که این کمیته مشخص میکنه از لحاظ علمی چه زمانی اقتصاد وارد دوره رکود میشه و چه زمانی اقتصاد وارد دوره رونق میشه. پس ما هر فراز و فرود رو ما یک بیزنس سایکل یا یک چرخه تجاری مینامیم و میخواییم ببینیم که این چرخه‌های تجاری چه تأثیرهایی بر اقتصاد به جا میگذارد و چگونه ممکنه که ما اگه در واقع قدرت تخریبی این چرخه ها رو کاهش بدیم و از مزایای این چرخه ها استفاده کنیم. به عبارت دیگر، ما بنا داریم تا اونجایی که برای ما امکان داره دوره رونق رو طولانی کنیم و دوره برعکس، دوره رکود رو کوتاه کنیم. این یکی از اهداف علم اقتصاد کلان هست، یعنی بجز این که در بلند مدت اقتصاد رشد داشته باشه، در کوتاه مدت هم ما علاقه داریم که دوره‌های رونق گسترده تر باشد، دوره‌های رونق طولانی تر باشد و در مقابل دوره‌های رکود کوتاه تر. و بنا داریم اتفاقا سیاست گذاری اقتصادی از همین جا مطرح میشه که ما سعی میکنیم که دوره‌های رکود رو کوتاه کنیم. منتها قبل از این که به این مباحث بپردازیم، یک سری نکاتی رو خدمت شما عرض میکنیم که در واقع فصل‌های 10 و 11 و 12 کتاب آقای منکیو به این مباحث چرخه تجاری می‌پردازیم که بخشش رو در این کلاس ما خدمت شما ارائه خواهیم داد در این دوره و بخش دیگری رو در دوره آینده خدمتتون ارائه می‌دیم و از این دوره انشاءالله شما از میوه‌های تحلیل اقتصادی بهره‌مند خواهید شد. یعنی ما در دوره 1 تا 4 بنیان علم اقتصاد کلان رو برای شما محکم کردیم. الان یک بوته‌ای هست که ریشه در خاک داره و انشالله که شما آموخته اید، انشالله که
اون در واقع مباحث ابتدایی و اساسی اقتصاد کلان رو آموختید، از الان به بعد وارد تحلیل جدی اقتصادی خواهیم شد. قبل از اینکه ما بخوایم در واقع درباره بیزنس سایکل و درباره سیاست ها و تحلیل ها صحبت کنیم، یک تعدادی از حقایق درباره چرخه‌های تجاری رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. پس نکته اول، حقایقی درباره چرخه‌های تجاری خواهد بود، یا facts about the business cycle، و تفاوت کوتاه مدت با بلند مدت رو اینجا توضیح خواهیم داد مجدداً. البته قبلا در مورد کوتاه مدت، بلند مدت و بسیار بلند مدت صحبت کردیم، ولی الان مجدداً ما روی این مسئله تاکید میکنیم که تفاوت روندها در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است، و یک مقداری در مورد تقاضای کل که قبلا هم صحبت کردیم اینجا صحبت میکنیم. پس مقدمه بر تقاضای کل خواهیم داشت، مقدمه بر عرضه کل خواهیم داشت، و عرضه کل رو در کوتاه مدت و بلند مدت از هم تمیز خواهیم داد، و این تمیز و این تفاوتی که بین منحنی عرضه در کوتاه مدت و بلند مدت هست، اتفاقا یک ابزار تحلیلی بسیار جالبی رو در اختیار اقتصاددانان نوین قرار میده. اقتصاددانان 30 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش شاید براشون سخت بود که این تمایز رو قائل بشوند بین منحنی عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت. پس در نهایت میخوایم خدمت شما عرض کنیم که چگونه ممکنه از منحنی تقاضای کل و منحنی عرضه کل برای تحلیل آثار کوتاه مدت و بلند مدت شوک‌های اقتصادی استفاده کنید. و در نهایت در فصل‌های انتهایی کتاب ما میریم سراغ سیاست‌گذاری، که چگونه ممکنه که ما از طریق سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری بودجه‌ای بر این شوک‌ها تأثیر بگذاریم در جهت منافع عامه و در جهت منافع جامعه. بسیار، اگر سوالی هست من در خدمتون هستم، اگر سوالی نیست من ادامه میدم. سوالی فرمودند، البته دوستان زودتر این سوال رو مطرح کردند، که فایل ها در کلاس در اختیار عزیزان قرار میگیره. بله، منتها فایل ها رو ما اول ادیت میکنیم، بعد در وبسایت قرار میدیم. دقت میکنم یک مقداری تأخیر داره، تأخیر چند روزه ما معمولا داریم به خاطر این مسئله ادیت. بسیار خوب، ببینم آیا سوال دیگری هست. بله، نوشتن که استاد، آیا رنجبران فرمودن استاد تقاضای کل مربوط به کینزیان اکنامیکس میشه؟ نه آقای رنجبران، هم کینزیان هم کلاسیک ها روی تقاضای کل اتفاقا صحبت میکنن. اینکه آیا منحنی تقاضای کلی در اقتصاد اصلا وجود خارجی داره یا نداره، این مربوط میشه به مباحث بسیار نظری اقتصاد. حالا با اون مسئله ما زیاد کاری نداریم. ما حالا برداشت ما این هست که این که ما یک مفهومی تحت عنوان تقاضای کل رو بپذیریم به ما کمک میکنه در تحلیل، و ما در اینجا سعی میکنیم که یک در واقع ازدواجی رو شکل بدیم بین نظریات کینزیان و نظریات نیوکلاسیک. یعنی برداشت ما از قدیم هم خدمت شما عرض کردم که الان اینجا خیلی خودشو خوب نشون میده که اقتصاد بلند مدت معمولا اقتصاد نیوکلاسیک هست، و اقتصاد کوتاه مدت معمولا اقتصاد کینزیان و نیوکینزیان هست. پس بنابراین در هر دوی اینها به منحنی تقاضای کل مطرح می شود. ممنونم از سوال خوبی که مطرح فرمودید. بسیار، اگه اجازه می فرمایید ما ادامه بدیم. حالا انشالله مطالب به تدریج شیرین خواهد شد، یعنی امیدوارم شیرین بشه. ببینید، رشد تولید ناخالص داخلی در دراز مدت به طور متوسط 3 تا 3.5% در سال. البته در کشورهای صنعتی این رشد داره کاهش پیدا میکنه، که این به همون همگرایی conditional convergence که ما قبلا مطرح کردیم، همگرایی مشروطی که قبلا در بسیار بلند مدت و در نظریات رشد اقتصادی مطرح کردیم مربوط میشود، که رشد اقتصادی کشورهایی که در لیگ کشورهای پیشرفته هستند اگر که فاصله داشته باشند با نقطه تعادلی بسیار بیشتر خواهد بود. به تدریج که به سمت نقطه تعادلی میروند رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. منتها از اون طرف خدمتتون عرض کردیم که رشد اقتصادی بسیار بلند مدت، دوستان عزیزی که در کلاس بودن الان بفرمایید، رشد اقتصادی بسیار بلند مدت به چه چیز بستگی دارد؟ این رو بفرمایید دوستان. این 3 تا 3.5% واقعا چه چیزی باعث این رشد 3 تا 3.5% میشود؟
احسنت احسنت احسنت. بله، انباشت سرمایه تا نقطه تعادلی هست آقای باختر، ولی بعد از نقطه تعادلی، وقتی به نقطه تعادلی رسیدیم، این نقطه تعادلی خودش حرکت میکنه، مثل اتومبیل میمونه که این اتومبیل به ایستگاه قطار میرسه و روی یکی از کوپه های قطار قرار میگیره، یا روی یکی از این واگن ها قرار میگیره اون اتومبیل. حالا با سرعت، حالا دیگه اتومبیل حرکت نمیکنه، حالا به نقطه استدی استیت رسیده، اتومبیل ساکنه، موتورش خاموشه. دقت میفرمایید، موتور خاموش، اتومبیل ساکن، در دنده زده شده، ترمز دستی کشیده شده، اصلا راننده اونجا وجود نداره، ولی اتومبیل در حال حرکت هست، چون قطار در حال حرکت است. این قطار، باریکالله، این قطار همون فناوری و تکنولوژی است. با پیشرفت فناوری، با تکنولوژیکال پروگرس هست که شما میبینید که این نرخ رشد 3 تا 3.5% رخ میدهد. خوشحالم که شما عزیزان آموخته اید. بسیار خوب. میزان مصرف و سرمایه گذاری با تولید ناخالص در ناخالص داخلی در نوسان است، اما مصرف تمایل به نوسان کمتر و سرمایه گذاری نوسان بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد. ما واقعا، من میبینم که مشکل داریم با این مفاهیم به این سادگی در اقتصاد خودمون، وقتی تجزیه و تحلیل میشه، وقتی ارائه طریق میشه، وقتی که سیاست گذاری میشه. ببینید، در سیاست گذاری چرخه های اقتصادی نکته مهمی که باید بهش توجه کنید این است که مصرف یک در واقع صلابتی داره، مصرف یک نوع اینرسی داره، مصرف در رکود کاهش پیدا میکنه، در رونق افزایش پیدا میکنه، ولی هم کاهش مصرف در رکود اندک است و هم افزایش مصرف در رونق اندک است. پس مصرف تابع یک سری شرایط دائمی است. مصرف به تدریج رشد میکنه و دستخوش تحولات روزانه نمیشود. بنابراین بزنس سایکل رو شما اگر خواستید تحلیل کنید و بعداً سیاست گذاری روی چرخه های تجاری یا بزنس سایکل انجام بدهید، بیشتر از این که روی مصرف تأکید کنید، باید روی چه تأکید کنید دوستان؟ دو جزء اصلی ما در واقع در اقتصاد داریم. درآمد صرف دو جزء اصلی می شود، یکی مصرف هست، یکی دیگری چیست؟ احسنت، اینوستمنت یا سرمایه گذاری است. حالا جالب اینجاست که وقتی که ما وارد دوران رکود می شویم، می بینیم که مقدار سرمایه گذاری خیلی شدید واکنش نشون میده. یعنی باور بفرمایید، الان آمارم اگر شاید نمودارها باشه خدمت شما نشون بدم، وقتی که رکودهای شدید مثلا در اقتصاد آمریکا پیش اومده، شما ملاحظه می‌فرمایید که نرخ رشد سرمایه گذاری تا 30% در سال کاهش پیدا می‌کنه. و برعکس، وقتی که اقتصاد در رونق خیلی شدید قرار می‌گیره، شما یه دفعه ملاحظه می‌کنید که در یک سال مقدار سرمایه گذاری تا 20% رشد می‌کند. پس بنابراین اگر خواستید بزنس سایکل رو تحلیل کنید و اگر خواستید سیاست گذاری داشته باشید روی بزنس سایکل، بیشتر از این که روی مصرف بخواید تاکید کنید، باید روی سرمایه گذاری تاکید کنید. سرمایه گذاری، نوسانهای سرمایه گذاری به مراتب بیشتری. در اینجا قانون اوکان یا اوکانز لا، یا قانونی که آقای آرتور اوکان این قانون رو ارائه دادن که قبلا خدمتون توضیح دادیم، برای دوستانی که فراموش کردن دوباره الان خدمتون عرض میکنم، این قانون قانون مهمی هست. چرا قانون مهمی هست؟ ببینید دوستان، ما اگر بخوایم از فقر شروع کنیم، که کتاب از فقر شروع نکرده، ولی اگر بخوایم از فقر شروع کنیم، اگر شما در جهت امهای فقر بخواید حرکت کنید، بهترین سیاست برای امهای فقر چیست دوستان عزیز؟ خاطرتون هست ما قبلا در این مورد صحبت کردیم. احسنت بر شما آقای جعفری عزیز. باریکالله آقای باختر. ایجاد داشته. آفرین آقای نصیری. ماشاءالله. بسیار عالی دوستان عزیز. در واقع نه، یو بی آی نه 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 یو بی آی برای این هست که به دلایل دیگری ما باید روی یو بی آی تأکید کنیم که در این کتاب هم نیومده. در کتاب آقای بلانچارد خیلی جالب بود، آخرین فصلی که من در دوره 4 خدمت شما ارائه دادم، در ورژن جدید، در ورژن سال 2021 کتاب آقای بلانچارد، شما ملاحظه می‌فرمایید که در مشخصا در مورد یو بی آی تصریح شده. اما برای امهای فقر در بلند مدت، آنچه که شما باید انجام بدهید این هست که اشتغال ایجاد کنید.
حالا اگر بخواید اشتغال ایجاد کنید، اشتغال دو بخش داشت، خاطرتون هست؟ اشتغال یک بخش داشت که به نهادهای داخل اقتصاد بستگی داشت. اون اشتغال رو چه مینامیدیم؟ یا اون بیکاری، مثلا بیکاری، بله، اشتغال طبیعی و بیکاری طبیعی. این که این شرایط اقتصادی یک کشور تا چه حد میتواند اشتغال ایجاد کنه و تا چه حد میتواند بیکاری ایجاد کند. این که شما ملاحظه میفرمایید که بنده سالیان سال هست که روی مبارزه با انحصارات، روی تسهیل کسب و کار اینقدر تاکید میکنم. خیلی جالبه که اسم سال، سال مانع زدایی هست. من یه سوال از خدمت دوستان دارم، واقعا بدون چیز به من پاسخ بدید. میدونید که من نه خودم اهل تعارف و اهل چیز هستم، اهل تعارف و اهل در واقع حالا بالاخره تملق و اینا اصلا نه دوست دارم خودم نسبت به خودم انجام بشه نه نسبت به دیگران. اما واقعیت رو خدمت شما عرض کنم، آیا شما به جز بنده کس دیگر رو دیدید در این مدت بر روی مانع زدایی اینقدر تاکید کنه؟ یعنی شما اقتصاددانی، حتی اقتصاددانان حاکمیتی و حکومتی رو خب میشناسید، یه تعدادی هستن که اقتصاددان حاکمیتی هستن، اقتصاددان حکومتی هستن. من ندیدم واقعیتش، یعنی فقط خودم هستم. حالا جالبه که رهبر نظام مثلا در مورد مانع زدایی صحبت میکنه، بعد از آقای جعفری میگه سرقفهای اداری. حالا برحال دیگه، یعنی خیلی عجیبه برای من، واقعا خیلی دردناکه برای من که امسال مثلا سال مانع زدایی شناخته شد، سال پشتیبانی از تولید شناخته شد، ولی باز هم همین موانع کسب و کار متاسفانه باقی ماند. این موانع کسب و کار رو که شما از بین میبرید، این حسارها رو که کاهش میدهید، اگر خاطرتون باشه ما وقتی که میخواستیم در مورد بازار کار صحبت کنیم، یک امر رو اونجا مطرح کردیم که این در واقع بستگی داشت، مارکاپ بود، یعنی سود اقتصادی غیر متعارفی که بنگاه میبرد نسبت به کارگران، یعنی بنگاه های کاهش سودی، کاهش سود اضافی، نه آقای میرزایی، نه کاهش سودی که مثلا ممکنه تو آمار حسابداری ببینیم، یک کاهش سود اضافی بنگاه ها کسب میکنن روی قیمت کالاها که این بستگی به موقعیت انحصاری اینها داره. این موقعیت های انحصاری در اقتصاد وقتی با هم جمع بشه، اون وقت ما میرسیم به این که نرخ طبیعی بیکاری چقدر باید باشه. و من برداشتم این است که اتفاقا در سالیان گذشته این نرخ 12 تا 14 درصدی که در اقتصاد ایران هست، با توجه به اینکه اقتصاد ایران از مظاهر کرونی کپیتالیسم و سرمایه خواری رفاقتی است که همه جا سعی کردیم ملوک و طبایفی باشه و همه جا سعی کردیم که یک نوع حق و ناحق مطرح کنیم، به یک نوعی در واقع تبعیض به وجود بیاریم و به خصوص جوانان و نسل جوان رو مانع بشیم که وارد هر کدوم از بخش‌های اقتصاد بشوند، شما می‌بینید که نرخ طبیعی بیکاری ما بالاست. پس بنابراین یک نرخ طبیعی بیکاری داریم که مثلا در امریکا احتمالاً در شرایط فعلی کمتر از اون 5 تا 5.5 درصدی هست که در مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش اینها مطرح میکردن. یعنی به تدریج سعی کردن نهادهایی رو ایجاد کنن که نرخ طبیعی بیکاری کاهش پیدا کنه و نهادهایی که نرخ طبیعی بیکاری رو افزایش میده به تدریج حذف کردن و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدن که نرخ طبیعی بیکاری الان به نظر میرسه به جای 5 تا 5.5 درصد یه چیزی حدود 3.5 تا 4.5 درصد در امریکا باشه. در کشور ما من برداشتم اینه که 12 تا 14 درصد شاید نرخ طبیعی بیکاری باشه و اگر ما این مانع زدایی ها رو انجام ندهیم نرخ طبیعی بیکاری رو کاهش نمیدیم. اما بیکاری میتونه حول نرخ طبیعی بیکاری گردش بکنه. اگر ما میخواییم واقعا امها فرق بکنیم، بهترین سیاست اشتغال زایی هست. منتها سوال اینجاست که اگر شما خواستید، خب تا اینجاش ما با هم دیگه همسو هستیم و هم عقیده هستیم، بهترین سیاست برای امهای فقر در واقع ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری هست. حالا دوستان عزیز، سوال اینجاست که بیکاری رو بهترین سیاست برای از بین بردن بیکاری چیست؟ احسنت، رشد اقتصادی یا رشد تولید است. این قانون رو قانون اوکان می نامند، اوکانز لا. قانون اوکان در واقع میگه که یک رابطه منفی بین تولید ناخالص داخلی و بیکاری وجود داره. دقت فرمودید، این قانون اوکان هست، اوکانز لا، که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. نرخ منفی بین تولید ناخالص، رابطه منفی بین تولید ناخالص داخلی و بیکاری وجود داره. اگر رشد تولید شما افزایش پیدا کرد، بیکاری شما کاهش پیدا میکنه.
ضریب بیکاری در قانون اوکان مثلا در اقتصاد آمریکا یه چیز حدود 2 هست. یعنی اگر که شما میبینید نرخ مثلا نرخ بیکاری در یک اقتصادی 2% رشد کرده، خب این یعنی احتمالا نرخ رشد اقتصادی 4% کاهش پیدا کرده. البته یک عرض از مبدع هم داره که ما بعدها حالا به خدمت شما اینها رو باز دوباره مجددا معرفی خواهیم کرد. حالا ملاحظه بفرمایید اینجا رو، این نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. حالا می‌خوایم اینو با مصرف بسنجیم ببینیم چگونه هست. دوستان عزیز اگر ملاحظه بفرمایید در این نمودار یک سری حاشیه‌های وجود داره، شادو وجود داره، سایه‌های وجود داره به رنگ چی؟ به رنگ صورتی. کم رنگ هست، به نظر میسته که پشت نمودار قرار گرفته. اینها دوره‌های رکود هست. اینها دوره‌هایی هست که NBER اون کمیته در NBER معمولا مشخص میکنه که از چه ماهی در چه سالی تا چه ماهی در چه سالی دوره‌های رکود در اقتصاد بوده. خب حالا این از 1970 این رو مطرح کرده. اگر اینو خیلی طولانی‌تر مثلا خدمت شما این نمودار رو نشون میدادن، ای کاش من در اینترنت پیدا میکردم، چون هست نمودارش در بلند بسیار بلند مدت برای اقتصاد آمریکا هست، مثلا برای 100 سال، برای 120 سال هست، مثلا 1900 تا الان. شما میبینید که در گذشته تواتر دوره های رکود خیلی زیاد بوده و حتی طول دوره های رکود هم خیلی شدید و زیاد بوده و به تدریج که این اقتصاد کلان پیشرفت کرده، به جز سال 2008 که گریت ریسیشن اتفاق افتاد، یعنی رکود بزرگ اتفاق افتاد، البته نه به بزرگی 1929. 1929 رو گریت دیپریشن مینامن. دیپریشن زمانی هست که نرخ رشد اقتصادی حتی کمتر از منفی 20%، یعنی نرخ منفی بیش از 20%، یعنی بیش از 20% اقتصاد سقوط میکنه. تحت عنوان دیپریشن میشناسیم در امریکا. در 1929 تا 1933-34 ادامه پیدا کرد، ولی عواقبش تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. یکی از موفقیت‌های علم اقتصاد این هست که دوره‌های رکود رو به شدت کوتاه کرده و بسیار موفق بوده و به تدریج اقتصاددانان دریافتند که اگر شما می‌خواید اقتصاد موفقی داشته باشید، باید سعی کنید که این دوره‌های رکود اتفاقا خیلی با شدت بیشتری با این دوره‌های رکود برخورد بشود. دقیقا مثل پزشکی میمونه. مثلا یک بیماری بوده، بیماری سرطان، اول مثلا سعی میکردن با داروی علفی درمان کنند، با عرقیات عرقیات مثلا درمان کنند، با نمیدونم حالا بالاخره انواع و اقسام روش‌ها، بعد داروهای شیمیایی اومد، بعد دیدن نه، باید شما خیلی اگریسیو حمله کنی، یعنی باید جراحی عمیق انجام بشه، اون بافت سرطانی جدا بشه تا اینکه مریض بیمار زنده بمونه. الان در اقتصاد هم همینطور هست. بهترین در واقع جسورترین سیاستگزاران هم در مقابله با رکود در امریکا قرار دارن. این هم به دلیل خاطره هست که هم در 1929 داشتن و هم در سال 2008 مجددن تکرار شد. یعنی شاید هیچ مردمی مثل آمریکا از رکود گریزان نیستن. میدونن چقدر عواقب رکود وحشتناک. اما ما دیدید که از سال 1393 تا سال 1397 ما رکود داشتیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آبم از آب تکون نخورد. اینها واقعا رکود یک نوع جنایت اقتصادیه. در رکود افراد میمیرن. خیلی راحت خدمت شما عرض کنم. حالا آمارهای دیگر رو ما نیاوردیم. یک کتابی آقای اتکینسن داره. من فکر می‌کنم اینو بخونید بد نباشه که رابطه مثلا رکود، رابطه فقر، رابطه بیکاری مثلا با مقدار تعداد خودکشی یا دیگر کشی چقدر افزایش پیدا می‌کنه. ببینید اینها سیاست‌های خیلی وقتا سیاست‌های اقتصادی که اعمال میشه جنایت محض است. فقر خشن، بله احسنت آقای رنجبران، تحت عنوان فقر خشن شناخته میشه و ما باید خیلی مواظب باشیم و اقتصاددانان اتفاقا الان کتاب در مورد آی زندیانی، کتاب در مورد این ایکوالیتیز هست، من باید پیدا کنم خدمتتون، حالا در سعی میکنم در بریک که شما استراحت میکنید کتاب رو پیدا کنم خدمتتون ارائه بدم. احسن، تورم هم آفرین آقای میرزایی، تورم هم خیلی
تأثیرات منفی میتونه داشته باشه. یک جنایت دیگر اقتصادی تورم هست. دوستان عزیز دقت بفرمایید، همون مسائلی که ما الان در اقتصاد ایران میبینیم، آخه بعضی ها میگن که این اقتصاد، این علم اقتصاد به درد ایران نمیخورد. بعد میگیم شما مثلا چقدر علم اقتصاد میدانی که به این نتیجه رسیدی، اظهار نظر میکنی که به درد ایران نمیخورد؟ این قضاوت از کجا اومده؟ از این، از جهل مرکب، از اینکه در عمرش کتاب اقتصاد نخونده و مرتب اظهار نظر میکنه. و جالب اینجاست که ادعای دیانت هم دارند، افرادی که واقعا بالاترین صدمات رو به زندگی میلیون ها نفر میزنند و در کمال رضایت، در کمال رضایت بدون کوچکترین علمی اظهار نظر میکنند. اظهار نظرهاشون هم در واقع در نهایت به نتیجه میرسه، یعنی به عمل در میاد، در سیاست گذاری تاثیر میگذاره. حالا برگردیم به همین. ببینید دوستان عزیز، اون دوستی که پرسیدن که تورم، در مورد تورم هم بگو. ببینید اقتصاد کلان در کنترل تورم بسیار موفق بوده. دقت فرمودید، یعنی نرخ تورم رو در تمام کشورهای پیشرفته تونستن کنترل کنند. دقیقا اون جایی که ما مطمئنیم علم اقتصاد خوب عمل کرده مسئله تورمه. همونی که عزیزان در ایران میفرمایند که اون علم اقتصاد به درد نمیخوره چون تورم رو نتونسته کنترل بکنه. نه عزیز من، شما به تورم، شما به توصیه های علم اقتصاد عمل نکردی، وگرنه تورم رو به خوبی علم اقتصاد در دنیا تونسته کنترل کنه. در مورد کنترل چرخهای تجاری هم فریکونسی چرخهای تجاری کاهش پیدا کرده، یعنی تعداد چرخهای تجاری، تعداد موارد رکود کمتر شده. این یک نکته. و نکته دیگر این هست که دوران چرخ رکود هم کوتاه‌تر شده. از این نظر هم علم اقتصاد موفق بوده. از اینکه نوسانات رشد اقتصادی رو کاهش داده باشه تقریبا موفق بوده، نمیتونیم بگیم تحقیقا موفق بوده. در اینکه نرخ بیکاری رو کاهش داده باشه اون هم میتونیم بگیم تقریبا موفق بوده. اگر ما میزری ریت یا شاخص فلاکت رو در نظر بگیریم که ترکیبی است از نرخ بیکاری و نرخ تورم، شما ملاحظه می‌فرمایید که در بسیاری از کشورهای جهان این میزری ریت کاهش پیدا کرده. دقت می‌فرمایید، بسیاری از کشورهای جهان این میزری ریت کاهش پیدا کرده. و جالب اینجاست که مثلا شما کشوری دارید که میزری ریت بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، مثل کشور تایلند. من یک زمانی در شیکاگو بودم و در اون چیز در واقع غذاخوری بودیم، متوجه شدم یکی از تایلند هست، یک آقای از تایلند اومده بود اونجا. بهش گفتم ببین چطوره که میزری ریت در تایلند انقدر پایینه. گفت ما شغل مازاد ایجاد میکنیم، یعنی مثلا یه کاری که یه نفر میتونه انجام بده سه نفر استخدام میکنیم، به هر سه نفر حداقل حقوق میدیم که هر سه مثلا جاب داشته باشن، کار داشته باشن. تورم هم نداریم، این باعث شده که نرخ بیکاری هم به شدت کاهش پیدا کنه. نرخ تورممون هم که پایینه، این باعث شده وضعیتمون، مثلا وضعیت تایلند بهترین باشه در دنیا از نظر میزری ریت. البته در ژاپن هم خیلی پایینه. در ژاپن هم اتفاقا اشتغال دائمی یا اشتغال برای یک عمر هست. آفرین آقای رنجبران، این کارایی رو کاهش میده. اما من مرددم که آیا این کاهش کارایی به نفع اقتصاد هست یا نه. من برداشتم این هست که بهتر این هست که ما حد اکثر کارایی رو داشته باشیم، اصلا قانون کار نداشته باشیم، لیبرال ترین قانون کار دنیا رو داشته باشیم. ولی از اون طرف از طریق UBI، از طریق پرداخت یارانه نقدی سعی کنیم به افراد کمک کنیم. اگر این کار رو بکنیم، نرخ بیکاری، نرخ طبیعی بیکاری و نرخ بیکاری هر دو افزایش پیدا میکنه، اما به نفع جامعه خواهد بود، چون کارایی بالاتر خواهد بود. خب حالا بگذاریم از این نکات. اگر ملاحظه بفرمایید الان میبینید که مثلا از 1970 تا 1985 دوره‌های رکود و رونق خیلی تعدادش بیشتر بوده، دوره‌های رکود طولانی تر بوده و نوسانات ریل جی دی پی، نوسانات رشد تولید ناخالص ملی حقیقی میبینید خیلی زیاد بوده. بعد از اون نوسانات کاهش پیدا کرده. یکی در اوائل دهه 1990 بوده که شما میبینید یک نوسان شدید به وجود اومده که من خدمتتون نمایش میدم، و بعدش هم در سال 2008 و 2009 بوده. پس دو بار شما میبینید از وقتی که ما علم اقتصاد کلان مدرن رو
در دنیا شروع کردیم اجرا کردن، که اولین کشوری هم که علم اقتصاد کلان مدرن رو اجرا میکرد کشور آمریکا بود. شما میبینید که دو نوسان شدید داشته، سه دوره، ببینید سه دوره رکود داشته از 1985 تا کنون، البته کرونا رو نکشیده، کرونا دوره سوم هست. پس سه دوره رکود داشته از 1985 تا سال 2020. چند سال میشه دوستان؟ چند سال میشه؟ 35 سال میشه، درسته؟ در 35 سال سه تا دوره رکود شدید داشتن و این خیلی جالبه چون قبلا خیلی گسترده بوده. یک مسئله که وجود داره در مورد چرخهای تجاری، چرخهای تجاری خیلی قابل پیش بینی نیستند. مثلا مثال بزنیم خدمت شما، ملاحظه بفرمایید 1980 چرخه تجاری شکل گرفته، مثلا 1982 چرخه به رونق انجام میده. ببینید اقتصاد شروع کرده پایین اومدن، بعد به سرعت اقتصاد برگشته بالا. خب برداشت افراد این بوده که مثلا در سال 1983 اقتصاد مثلا به این صورت ادامه بده. ببینید، یعنی برداشتشون این بوده خب در همین سطح بالا بمونه دیگه. بلا فاصله بعدش دوباره اقتصاد وارد رکود شده، رکودی که طول دوره رکود شدیدتر بوده. ملاحظه می‌فرمایید طول دوره رکود شدیدتر بوده. اینجا رو ببینید. پس ببینید این که ما مثلا بگیم که اگر یک رکودی حادث شد، رکود بعدی مثلا 3 ماه بعد اتفاق میفته، 3 سال بعد اتفاق میفته، 15 سال بعد اتفاق میفته، هیچ معلوم نیست. خب دوستان عزیز، پس صحبت ما این بود که در بزنس سایکل، وقتی ما میخوایم بزنس سایکل رو در واقع تعریف کنیم، دوره فاصله بین یک دوره رونق، پیک رونق با قعر رکود رو یک بزنس سایکل مینامیم. این فاصله بین این دوتا رو یک بزنس سایکل مینامیم. و اینکه مثلا آیا قابل پیش بینی هست رکود یا نه، خیر، اگر قابل پیش بینی بود که کار اقتصادونا خیلی راحت تر بود. بسیار خب دوستان دقت بفرمایید، این نکته ای که من عرض کرده بودم، نرخ زیر چند درصد رو رکود مینامیم. نرخ وقتی منفی بشه، وقتی رشد اقتصادی منفی شد رو ما دوره رکود مینامیم. وقتی رشد اقتصادی منفی شد رو دوره رکود مینامیم. خیلی خوب، حالا شما در نظر بگیرید، حالا ببینید این نرخ صفر هست، ببینید نرخ صفر هست اینجا، ملاحظه می‌فرمایید. خب این نمودار خیلی نمودار مهمی هست. این نمودار ببینید یک بیس داره، اون هم ریل جی دی پی گروث هست. ریل جی دی پی گروث به رنگ سرمه‌ای یا آبی مشخص شده و می‌بینید که نوسانات زیادی داره. این قبلا هم می‌دونستیم مسئله خاصی نیست، نوسانات زیادی داره مقدار تولید، اما یک منحنی دیگری داریم که اینجا به رنگ مثلا نزدیک به نارنجی و قهوه‌ای نشون داده و این رشد مصرف رو نشون میده و شما میبینید که نوسانات رشد مصرف از نوسانات رشد تولید کمتر هست. پس اگر در واقع درآمد یا تولید ناخالص داخلی واقعی رو شما در نظر بگیرید، این رو اگر که دو تا کامپوننت اصلی رو مد نظر قرار بده که یکی اینوستمنت هست، یکی رشد سرمایه گذاری است و دیگری رشد مصرف هست، ببینید رشد مصرف وقتی که اقتصاد مثلا در 2010 وارد رکود میشه، اینجا رو ملاحظه بفرمایید، ببینید الان من براتون میکشم، وقتی در 2010 اقتصاد وارد رکود شده، اینجا رو ملاحظه بفرمایید، از بالا مثلا من فلشو میکشم، این رو ملاحظه بفرمایید. خب تولید ناخالص ملی منحنی آبی به زیر صفر رسیده، درست فرمودید، به شدت کاهش پیدا کرده، درسته؟ قبول دارید؟ اصلا این خطی که اینجا کشیده دوستان میدونید منظور چه هست؟ این خط نشون میده که رشد اقتصادی تا منهای چند درصد حد اکثر کاهش پیدا کرده. بیشترین کاهشی که رشد اقتصادی داشته در سال 2009، 2008 و 2009 اتفاق افتاده که یک چیزی مثلا حدود منهای 3-4 درصد هست، اما مصرف کمتر از اون کاهش پیدا کرده. درسته رشد مصرف هم منفی شده، مردم بخشی از مصرف خودشون هم زدن، ولی مصرف حالا کمتر از اون، اگر رشد اقتصادی منهای 5 درصد بوده یا منهای 4 درصد بوده،
مصرف مثلا منهای 3% بوده، ملاحظه می‌فرمایید. اما آنچه که واقعا رکود رو تشدید کرده این هست دوستان عزیز، ببینید این چیه؟ آره این رو برعکس خونید، من با رنگ حالا با همون رنگ قرمز خوبه چون که نشون میده که این خیلی نقطه منفیه که اینجا اتفاق افتاده. دوستان این چیه؟ این سرمایه گذاری. سرمایه گذاری چقدر شده؟ رشد سرمایه گذاری به بیش به یعنی 25% 25 یعنی 26% 27% سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده بود در سال 2008. پس بنابراین اگر شما در یک اقتصادی سرمایه گذاری به هر دلیلی کاهش پیدا کرد، اون اقتصاد وارد رکود میشه. حالا ملاحظه بفرمایید در سال 1975 هم اقتصاد آمریکا وارد رکود شده. اینجا ملاحظه میفرمایید نرخ در واقع رشد سرمایه گذاری منهای 22-23% بوده، در سال 1980 مثلا منهای 15% و در سال 1985 منهای 16-17%، در سال 1991 یه چیز حدود بالا در حدود منهای 10% بوده. دقیق می‌فرمایید. پس اون چه که مهم هست اینجا چیه دوستان عزیز؟ سرمایه گذاری هست. یعنی تأثیر روانی که ممکنه شرایط اقتصادی بر روان جامعه بگذاره، این تأثیر خودش رو در سرمایه گذاری نشون میده و از همین جاست که اقتصاد ضربه میخوره. استاد میزان تأثیر مصرف از سرمایه گذاری رو GDP به یک اندازه عرض کردم، به یک اندازه نیست دیگه. عرض کردم آها ببینید این که مثلا یعنی چند درصد از GDP سرمایه گذاری میشه، مثلا شاید 20%، 30%، 40%، در موارد خیلی خیلی خاص مثلا 50%، بعضی وقتا زیر 10% مقدار سرمایه گذاری هست. اما هر مقداری که باشد، حالا متوسطش رو اگر مثلا یه چیزی حدود 20-30% اگر در نظر بگیرید متوسط سرمایه گذاری رو، همین هست منظورتون دیگه آقای میرزایی، مثلا 20-30% نقدی 20-30% تولید ناخالص ملی صرف سرمایه گذاری میشه. اما حالا چه 20% باشه چه 50% باشه، نوسان سرمایه گذاری، حساسیت سرمایه گذاری نسبت به شرایط اقتصادی بسیار بسیار بیشتر از مصرف است. میشه گفت در دوران رکود سرمایه گذاری کنیم بهتره؟ نه نمیشه گفت آقای حسنی. در دوران رکود اگر شما چرا افراد سرمایه گذاری نمی کنن؟ چون ترس دارن که ضرر کنند. نه لایف سایکل بحث دیگری است. لایف سایکل بحث دیگری است. لایف مشتاق سرمایه گذاری پیک های شدید ساخته ولی GDP به اون شدت پیک نزده. بله همینطوره. بله بله در انتهای رکود. بله حالا دقت بفرمایید ببینید. پس نکته اصلی در تحلیل بیزینس سایکل تحلیل سرمایه گذاری است. ببینید چقدر ساده ما داریم خدمت شما عرض می‌کنیم. خب اگر واقعا اقتصاددانان ما این کتاب‌ها رو خوندن خیلی راحته دیگه. شما اگر که سرمایه گذاری رو تشویق کردی اقتصاد از رکود در میاد، اگر سرمایه گذاری رو تشویق نکردی اقتصاد مشکل پیدا می‌کنه، اگر تحریم شدی میخواد روی سرمایه گذاری تو تأثیر بگذاره، اگر میتونستی مقابله کنی با تحریم از طریق مثلا مانع زودایی اجازه بدی مثلا سرمایه گذاری شدت بگیره، خب خیلی موفق تر بود. ولی این کارها انجام متاسفانه انجام نشد. پس این نمودار بسیار بسیار متفاوته. خب دوستان عزیز شما اگر خواستی اگر وارد رکود شدی حالا به هر دلیلی، به دلیل کاهش قیمت نفت، به دلیل تحریم، به دلیل جنگ، به هر دلیلی وارد رکود شدی، خب حالا چگونه ممکنه که شما مقابله کنی با کاهش شدید سرمایه گذاری؟ بله گفتن چرا بعضی بقاطع سرمایه گذاری خیلی شدید رشد میکنه. مثلا اینجا رو ببینید، اینجا رو لازم فرمایید با رنگ یا رنگ مثبت خدمتتون نشون میدم. ببینید اینجا حدود 40% سرمایه گذاری در بعد از اینکه تورم در امریکا کنترل شد، 40% سرمایه گذاری رشد کرد. مانع زودایی یکیه، یعنی اقتصاد طرف عرضه یکی هست، دیگری بله انبساط مالی هست. یعنی اگر مردم سرمایه گذاری نمی کنن، اگر مردم مخصوصا سرمایه گذاران که ترسو هستن دیگه، اصلا واقعیت دیگه، بخش خصوصی ترسوه. وقتی که وارد دوران رکود میشیم دولت باید اقدام به سرمایه گذاری کنه.
و اگر دولت آمریکا در اون مواقع رکود اقدام به سرمایه گذاری نمی کرد، فاجعه به بار می اومد. پس دولت وارد میشه سرمایه گذاری میکنه. پس این یک سیاست هست، یک سیاست انبساطی بودجه است که دولت بر ریسکیو پلان یا برنامه نجات باید داشته باشه. مورد دیگر آقای قانفرد فرمودن که نرخ بهره رو باید کاهش داد، یعنی سیاست پولی و سیاست مالی هر دو سیاست انبساطی خواهد بود در دوران رکود برای کنترل رکود، برای به در اومدن از رکود. بله بله بله. خب دقیق بفهمه آقای رنجوانم، بفرمایید سوال شما دوباره. خب ندیدم لوگوت. آها، اینی که نوشته بودید بله جواب دادم. اینی که نوشته بودید چرا در بعضی مقاطع سرمایه گذاری از مقاطع دیگه بیشتره چی هست؟ اینجا خدمت رو نشون دادم، با رنگ سبز هم نشون دادم که بعضی مواقع شما میبینید خیلی سرمایه گذاری شدیدتر میشه. و اگر منظورتون همین سوال بوده، بعد خیلی سرمایه گذاری شدیدتر هست و دلیل این که دلیلش این هست که یک مقدار سیاست هایی که سیاست انبساطی که انجام شده با تأخیر خودشو نشون میده، دقیق میفرمایید. و دلیل دیگر این هست که بالاخره هر بار درس میگیرن، یک مقداری بالاخره تسهیل کسب و کار اتفاق میفته که شما ملاحظه میفرمایید که سرمایه گذاری همون جور که در رکود خیلی سقوط میکنه، در رونق هم خیلی وقتا نوسانات خیلی شدید داره و رشد میکنه. انبساط پولی مؤثرتر هست. من اصلا آقای میرزایی اصلا ممکنه در یک جواب داده باشن، ولی مسئله اینجاست که در اقتصاد شما باید بدونید که در مواقعی که شما دچار دیفلیشن میشید، دچار تورم منفی میشید به دلیل رکود، هم باید سیاست انبساطی پولی داشته باشید و هم سیاست انبساطی بودجه. اما اگر که دچار تورم شدید و رکود تورمی، باید سیاست انبساطی بودجه داشته باشید و سیاست انقباضی پولی. اما متاسفانه دولت محترم ما اصلا نمیدونه سیاست انبساطی بودجه چه هست. سیاست انبساطی بودجه یعنی که دولت اوراق منتشر کنه و از طریق انتشار اوراق نرخ بهره رو بالا ببره. چون به اوراق داره منتشر میکنه، منابعی رو جذب میکنه. این منابع رو که جذب میکنه، بلافاصله در اقتصاد سرمایه‌گذاری میکنه. از این جهت از رکود خارج میشه اقتصاد. چون نرخ بهره افزایش پیدا کرده، افزایش نرخ بهره ضد تورمی است و این باعث میشه که رکود تورمی رو بشه کنترل کرد و جبران کرد. آنچه که دولت محترم امسال در ایران انجام داده این هست که سیاست انبساطی بودجه رو در نظر گرفته، همزمان تنخواه گردان نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و متاسفانه هم در واقع هم سیاست انبساطی پولی داشتیم و هم سیاست انبساطی بودجه داریم و این شرایط خطرناکی هست. بالاخره صلاح مملکت خویش خسروان دانند. ما کسی نیستیم که این وسط در مقابل این عزیزان صحبتی داشته باشیم. کاهش سرمایه گذاری باعث رکود میشه یا رکود باعث کاهش سرمایه گذاری میشه؟ هر دو آقای جعفری. یعنی اگر کاهش به یک دلیلی، ببینید یک شرایطی پیش میاد که افراد دیگه سرمایه گذاری نمی کنن. این بخش هست که اتفاقا کل در واقع کل تولید ناخالص ملی رو میکشه پایین و وقتی تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرد احتمالا مصرف کاهش پیدا میکنه. بنابراین احتمالا من پاسخ سوال شما باید اینطور بدم که احتمالا کاهش سرمایه گذاری زودتر اتفاق میفته نسبت به کاهش تولید ناخالص ملی و نسبت به کاهش مصرف. تنخواه کردن یعنی که با دولت میتونه هر وقت خواست یک مبلغ خاصی از بانک مرکزی نوش جان کنند که داره میکنن. استاد تو مصاحبتون با اکو ایران گفته بودید که بعضی وقتها در رکود کسری بودجه رو باید با افزایش نقدینگی جبران کرد. من چنین حرفی نزدم آقای رنجبرم. من چنین حرفی نزدم. اگر شاید منظور کشورهای دیگه بوده، یعنی اگر که رکود باشه، دیفلیشن باشه، یعنی نرخ تورم منفی باشه، بعد باید با افزایش نقدینگی جبران کرد. ولی اگر که چیزی دارید، بله کشورهای دیگه بله، الان باید در آمریکا دقیقا همین کار رو دارن میکنن، مشکلی هم نداره، ولی برای ما واقعا فاجعه بار خواهد بود. خب ملاحظه میفرمایید که نوسانات نرخ بیکاری هم خیلی شدید است. این بیزینس سایکل، تحلیل بیزینس سایکل، تحلیل چرخهای تجاری یا تحلیل نوسانهای اقتصاد رو شما میبینید که اگر خواستید این کار رو انجام بدید، حتما باید روی نرخ بیکاری هم تحلیلی داشته باشید.
که اگر این هزار و سال 2008-2009 اون رکود بسیار شدید اتفاق نمی افتاد، برداشت ما این بود، ببینید برداشت اقتصاددانان در دنیا این بود که پیک بیکاری به تدریج داره کاهش پیدا میکنه. فهمیدید؟ پیک بیکاری به تدریج داره کاهش پیدا میکنه. مزافن دوباره میکشم. ببینید از 1980 که سیاست‌های جدید پیش اومد، برداشت این بوده که پیک بیکاری مرتبا داره کاهش پیدا میکنه، اتفاقا حضیض بیکاری هم در حال کاهش بود. به نظر اینجوری میرسید. بله تا 14% هم رفت، ولی الان بیکاری 5.5% و پیشبینی این هست که ممکنه که خیلی زود به شرایط نرمال برگرده. هیچ کس نمیدونه چه اتفاق میفته. من قرار بوده که 3 تا وبینار برای شما داشته باشم، تحلیل شرایط اقتصاد ایران و تحلیل شرایط اقتصاد جهانی رو داشته باشم. در مورد اینکه در اقتصاد جهانی چه اتفاقی خواهد افتاد واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم، چون یک سری افراد مثل کاری که خود من کردم، آقای وارن بافت بالاخره همون سیاست رو در پیش گرفت، آقای حالا نفرات دیگری که از بزرگان مثلا سرمایه‌گذاری در دنیا بودن، اینها هنوزم معتقدند که شرایط از دست فدرال رزرو در خواهد رفت و به سمت تورم اقتصاد جهانی حرکت خواهد کرد. بله بله، مدیر عامل فوربز هم بود و پیشبینیشون این هست که بعد شرایط خیلی خاصی پیش بیاد و نرخ طلا به شدت افزایش پیدا کنه، شاید قیمت بیت کوین به شدت رشد کنه. این پیشبینی است که بعضی ها دارن، اقلیت دارن، اکثریت بانکدارها، اکثریت اقتصاددانان، مسئولان فدرال رزرو، مسئولان ECB، بانک مرکزی اروپا، کلن مسئولان بانک های مرکزی معتقدن که به خوبی خواهند توانست تورم رو کنترل کنند. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. من این نمودار رو خدمتتون نشون بدم. ببینید این اوکانز لا هست که قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم. آرتور اوکان این در واقع نمودار رو مطرح کرد که رابطه منفی بین تغییرات نرخ بیکاری و تغییرات نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد GDP وجود داره به صورت واقعی، که ملاحظه می‌فرمایید که از مبدأ مختصات هم نمیگذره، از 3% میگذره. یعنی مثلا در 3% نرخ اگر اقتصاد رشد اقتصادی 3% باشه، این نقطه رو ببینید، این نقطه رو من برای شما میکشم، ملاحظه می‌فرمایید در 3% وقتی نرخ رشد اقتصادی 3% هست، در این نقطه تغییری در نرخ بیکاری به وجود نمیاد. اگر که نرخ رشد اقتصادی بیشتر از 3% باشه، مثلا 6% باشه، اینجا ملاحظه بفرمایید مثلا 6% شما نرخ رشد اقتصادی داشته باشید. بیان اینجا خب تغییر نرخ بیکاریتون چقدر دوستان؟ ببین تا اینجا میاد درسته؟ اگر 6% داشته باشید حدودا منهای 2، درسته؟ منهای 2 حدودا، منهای 1.5، منهای 2. چجوریه این؟ در واقع میگیم که 3% میگیم این 6% رو منهای 3% میکنیم. اون 3% رشد اقتصادی نصفش روی بیکاری تأثیر میگذاره، یا بیکاری اگر 1.5% رشد بکنه بیانگر این هست که، یا بیکاری 1.5% اگر یعنی کاهش پیدا کنه، بیکاری 1.5% کاهش پیدا کنه، نشانگر این هست که اقتصاد ما 3% بالای 3% رشد کرده، یعنی 6% رشد کرده. این قانون اوکان هست که در امریکا برقرار هست، در کشورهای دیگه برقرار هست. ممکنه حالا اون ارز از مبدأ این 3% که اینجا مطرح کرده متفاوت باشه، یا اینکه شیب خط مثلا 2 نباشه، شیب خط کمتر از 2 یا بیشتر از 2 باشه. بسیار خوب دوستان عزیز، من اینجا متوقف میکنم قسمت اول کلاس رو، و بعد از بریک ما در مورد یک ایندکس بسیار مهمی در اقتصاد تحت عنوان ایندکس آف لیدینگ اکونومیک اندیکیتورز یا شاخص نمایهای اقتصادی پیشرو، ما انشاءالله خدمت شما صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. جلسه در واقع نیمه دوم شب اول دوره پنجم کلاس اقتصاد کلان رو خدمتتون ارائه می دهیم. در نیمه اول ملاحظه فرمودید که در مورد تعریف بزنس سایکل
سیکل‌های تجاری صحبت کردیم، در مورد شناخت سیکل‌های تجاری صحبت کردیم، در مورد دوره‌های متناوب رونق و رکود صحبت کردیم، در مورد اینکه کدام جزء تولید ناخالص ملی بالاترین حساسیت رو داره به دوره‌های رکود و رونق صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر می‌خواید بیکاری رو در واقع سیکل‌های بیکاری رو بگیرید، باید بتوانید رشد اقتصادی داشته باشید و نرخ رشد اقتصادی شما باید خیلی هم بیشتر باشه. مثال زدیم خدمتتون که اگر که نرخ رشد اقتصادی در یک کشور پیشرفته مثل آمریکا 6% باشه، نرخ بیکاری یک چیزی حدود 1.5% کاهش پیدا میکنه. بنابراین باید به صورت ممتد و مداوم رشد اقتصادی در اقتصاد داشته باشیم تا بتونیم نرخ رشد بیکاری رو زیاد کاهش بدیم، اندازه کافی کاهش بدیم. اوکانزلا هم خدمتتون توضیح دادیم قبل از بریک که اوکانزلا در واقع رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی رو در واقع بیان میکنه. اما یک شاخص دیگری هست که در اقتصاد امریکا خیلی شاخص مهمی شده و من امیدوارم که در ایران هم یک زمانی ما این شاخص رو داشته باشیم. این شاخص قدرت پیشبینی بالایی نداره ولی استفاده میشه در برنامه‌ریزی شرکت‌ها، در برنامه‌ریزی دولت از این شاخص استفاده میکنن. یک شاخص جامعه جهان شمولی هست این شاخص که توسط کانفرنس بورد این شاخص ارائه میشه. کانفرنس بورد یک تینک تانک هست، یک تینک تانک نان پارتیزان هست. پارتیزان یعنی مثلا تینک تانکی که به دموکرات‌ها یا به محافظه‌کاران ممکنه نزدیک باشه، ولی نان پارتیزان یعنی که به مسائل سیاست داخلی این تینک تنک کاری نداره، سعی میکنه بیطرف باشه. و این تینک تنک اومده یک شاخصی رو ابداع کرده و این شاخص رو برای سالیان سال هست که محاسبه کرده که تحت عنوان Index of Leading Economic Indicators شناختش میشه، یا من ترجمه کردم شاخص نمایه‌های اقتصادی پیشرو. دقیق فرمودید. حالا الان به ذهنم رسید شاید اینو تغییر بدم، بگذارم شاخص نمایه‌های پیشروی اقتصادی. شاخص نمایه‌های پیشروی اقتصادی یعنی نمایه‌هایی که میتونن اقتصاد رو تا یک حدی پیش بینی کنن. هرچند که عرض کردم ترکیب این نمایه‌های اقتصادی که در این شاخص ترکیب اون نمایه‌های اقتصادی اومده، و حالا به هر حال قدرت پیش بینی بالایی رو نمیده، ولی شاخص مهم و جالبی هست. هدف پیش بینی تغییرات در فعالیت اقتصادی در 6 تا 9 ماه آینده هست. این هدفشون بوده، مورد استفادهم قرار میگیره، شاخص مشهوری هم هست. اما عرض کردم که قدرت پیشبینیش انقدر بالا نیست. برای اینکه این شاخص رو بسازن، این LEI هم بهش میگن، Economic Indicators, Leading Economic Indicators, Components of the LEI Index، اجزای شاخص LEI رو میخواییم بررسی کنیم. برای اینکه این اجزای شاخص LEI رو وقتی میخوان تعریف کنند، یک تعداد زیادی نمایه های اقتصادی رو با همدیگه ترکیب میکنند. به عنوان مثال Average Work Week in Manufacturing، میانگین هفته کاری در بخش تولید رو به عنوان مثال در نظر میگیرند. Initial weekly claim for unemployment insurance، تعداد افرادی که تقاضا کردن برای بیمه بیکاری رو در نظر میگیرند. دقیق فرمودید، یعنی یک سری افراد وقتی افراد بیکار میشن میرن ثبت نام میکنن که بیمه بیکاری دریافت کنن. تعداد این ثبت نامی ها، حالا ما ترجمه کردیم به مطالبات اولیه هفتگی برای بیمه بیکاری، حالا مطالبات میشه گفت، نمیدونم ادعا میشه گفت، ثبت نام میشه گفت، به نظر من حداقل در فارسی شاید باید ثبت نام می‌گذاشتیم، یا تقاضای اولیه هفتگی برای بیمه بیکاری، شاید این ترجمه بهتری باشه در زبان فارسی، ولی ترجمه لغت به لغت همین هست که اینجا نوشته شده. New orders for consumer goods and materials، سفارشات جدید برای کالاها و مواد مصرفی، کالاهای مصرفی و مواد مصرفی، کالاهای مصرفی و مواد اولیه، شاید اینجوری بعد ترجمه کردیم باز بهتر بود. پس سفارشات جدیدی که کارخانجات، شرکت ها، کارخانجات در واقع ارائه میدهند، این رو هم میاد در شاخص در نظر میگیره. New orders
بازم سفارشات جدید. نان دیفنس کپیتال گودز برای کالاهای سرمایه‌ای غیر دفاعی. یعنی ارتش رو بگذاری کنار، اگر که تقاضای جدیدی برای کالای سرمایه‌ای بود اون رو هم حساب کنیم. پس در بند 3 در واقع مقدار کالا و خدمات رو در نظر میگیریم، به طور مشخص کالاها رو در نظر میگیریم. در بند 4 کالاهای سرمایه‌ای رو در نظر میگیریم. در بند 3 کالای مصرفی رو در نظر میگیریم. در بند آخر شاخص سفارشات جدیدی که ISM این شاخص رو طراحی میکنه و این شاخص رو محاسبه میکنه اون رو هم آوردند و در LEI قرار دادند. بعد تعداد پروانه های ساختمانی جدید صادر شده رو هم در نظر میگیرند. پس تمام بخش اقتصاد دقیقا میفهمه یکی یکی داره و هدف قرار میده. شاخص قیمت سهام رو هم در نظر میگیره. Lending Credit Index هم در نظر میگیره، یعنی شاخص اعتبارات وامی. حالا ما اعتبار وام مثلا ترجمه کردیم، یعنی شاخص تسهیلات، تسهیلاتی که پرداخت شده. این رو هم یک شاخصی براش محاسبه میکنن که این شرایط نظام بانکی رو نشون میده. پس شرایط بازار ساختمان رو ما در نظر میگیریم، بازار کالاهای مصرفی رو در نظر میگیریم، بازار کالاهای سرمایه‌ای رو در نظر میگیریم، بازار سهام رو در نظر میگیریم و شکاف نرخ بهره یا yield spread. شکاف نرخ بهره، حالا بعضی از دوستان دیدم ترجمه‌های خیلی عجیب غریب و شاذ رو این انجام میدن، دقیق بفرمایید. شکاف نرخ بهره یعنی نرخ بهره 10 ساله منهای نرخ بهره 3 ماهه، هر دوش اوراق خزانه. پس نرخ بهره اوراق خزانه 10 ساله رو میگیریم، نرخ بهره اوراق قرضه 3 ماهه رو میگیریم، اینا رو از هم دیگه کم میکنیم. دوستان عزیز، شکاف نرخ بهره چی رو نشون میده؟ اگر فرض کنید که نرخ بهره 10 ساله شما 5%، نرخ بهره 3 ماهه شما مثلا 2%، شاخص نرخ بهره میشه 5 منهای 2 مساوی با 3. حالا این پس yield spread حالا من انگلیسی بنویسم خدمت تو، الان اینجا مینویسم، شما به من پاسخ بده این چی نشون میده. yield spread مساوی مثلا با 5% منهای 2% مساوی با 3%. خب این 3% چی نشون میده دوستان؟ آها، نشون میده اقتصاد این معید خوش، نه انبساط پولی فعلی نمیشه گفت، انبساط اقتصاد میشه گفت. انبساط پولی به این سادگی نمیشه گفت، ولی نشون میده که اقتصاد پیشبینی نسبت به، یعنی انتظارات در مورد آینده اقتصاد مثبته. نشون میده که برداشت بقیه این هست که در آینده اقتصاد بازدهی بالاتری خواهد داشت. حالا این بازدهی ممکنه به دلیل تورم باشه، یعنی بازدهی اسمی باشه، یا ممکنه به خاطر رشد اقتصادی باشه. پس صحبتی که آقای رنجبران هم الان نوشتن، انتظارات تورمی، ممکنه انتظارات تورمی هم باعث میشه که yield spread سعودی و مثبت بشه. حالا صبح شما دقت بفرمایید، یک yield spread دیگه به شما میده، برای شما می‌نویسم که فرض کنید نرخ 10 ساله مثلا نرخ 10 ساله باشه 3%، نرخ کوتاه مدت باشه مثلا 5.5%. داشتیم چنین شرایطی رو ها؟ حالا اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده مثلا بوده 4.5% منهای 8.5% در سال 1999، در سال 2000 یک چنین حالتی داشتیم که میشه منهای 4%، از 4% منفی میشه. این 4% منفی دوستان یعنی چی؟ به چه معنیست؟ مازاد عرضه؟ نه، این داره انتظارات رو بیان میکنه، انتظارات اقتصادی رو بیان میکنه. الان شرایط اقتصادی خوبه، نرخ کوتاه مدت 8.5%، بازار داره آتیش میگیره، بازار داره قلقل میکنه. نه برعکس آقای جعفری، نه افزایش ارزش پول ملی هم نیست، تورم انتظاری هم اصلا نیست آقای کیخان. آها آفرین، الان رکود نداریم ولی ممکنه در آینده رکود داشته باشیم. الان نرخ بهره کوتاه مدت 8.5%، ولی بازار امید چندانی نداره که این شرایط ادامه پیدا کنه. این شکاف نرخ بهره به این جهت خیلی مهمه. البته در LEI شکاف نرخ بهره رو 10 ساله منهای 3 ماهه در نظر گرفته، در حالی که در بسیاری مواقع وقتی شکاف yield spread رو میخوان حساب کنن، نرخ بهره 10 ساله رو منهای نرخ بهره 2 ساله میکنن.
شما ممکنه این رو دیده باشید، نرخ بهره 10 ساله منهای نرخ بهره 2 ساله. آقای رنجبران در خدمتیم، بفرمایید. نه، جلوگیری از تورم احتمالی هم نیست آقای میرزایی. مسئله اینجاست که الان اقتصاد در رونق بسیار بالاست، ولی انتظار رونق، انتظار میره رونق ادامه پیدا نکنه. بفرمایید، در خدمتیم. خصوصا این در واقع نرخ بهره ای که به اوراق خزانه میده، یعنی محاسبه میکنن، اینا نرخ بهره اسمی که روش نوشته میشه هست که در واقع محاسبه با قیمت روزش هست. این هم میشه توضیحی بدیم؟ نه، فیس ولیو نیست، قیمت در واقع نرخ بهره یلد تو مچوریتیه، YTM. برای شما می نویسم YTM equals yield to maturity، یعنی نرخ بهره ای که امروز محاسبه میشه. دقت فرمودید، نرخ بهره امروز محاسبه میشه، نه بر اساس قیمتی که امروز داره این رو محاسبه میکنیم. دقت فرمودید، نه بر اساس مثلا نرخ کوپن. این کوپن یلد نیست، این یلد YTM. خب نکته آخر این هست که شاخص انتظارات مصرف کننده رو هم داریم. بله، آفرین آقای نوروزی. آقای نوروزی سوال کردن یلد سپرد از همون ترم استراکچر نرخ بهره به دست میاد؟ بله، کاملا درسته. از منحنی ساختار زمانی نرخ بهره ما به یلد سپرد میرسیم. و علاوه بر همه اینا شاخص انتظارات مصرف کننده رو هم شامل میشه که این هم شاخص خیلی مهمی هست که انتظارات تورمی رو نشون میده. در واقع تمام نمایه‌های اقتصادی رو با هم دیگه اومدن ترکیب کردن. و ملاحظه میفرمایید که یک چیز جالبی اینجا دوستان میبینید. دوستان اگر ما بخوایم این شاخص رو تحلیل کنیم، چه تحلیلی دارید نسبت به این شاخص؟ الان نمودار جلوی روتونه دیگه، میبینید دوره‌های رکود و رونق رو هم میبینید. پس زمینه سفید دوره رونق هست، پس زمینه صورتی دوره رکود هست. منحنی سرمه‌ای رنگ LEI هست، شاخص نمایه‌های پیشرو اقتصادی است. حالا شما چه چیزی در این مورد شما میتونید در واقع کاهش شاخص در دوران رکود؟ طبیعیه کاهش شاخص در دوران رکود، چون اجزای شاخص رو ما خدمت شما نشون دادیم، طولانی شدن دوره‌های رونق، نه اون که قبلا گفتیم. از این شاخص چه چیزی رو شما متوجه میشید؟ افزایش فاصل دوره‌های رکود، اونم عرض کرده بودم قبلا. منحنی قبل، آفرین آقای کمالزاده. آقای کمالزاده درست گفتن. بله، آقای حسامی هم درست گفتن. قبل از رکود شاخص زودتر میریزه. آقای میرزایی هم درست گفتن. ببینید، به جز سال 1973-74 که همزمان با رکود این شاخص هم شروع کرده به نزول، اگر دقت بکنید همیشه شاخص یک نقشه، ببخشید، یک نقشه چیز داشته، شاخص یک نقش در واقع جلوتر داشته. اینجا مثلا اینجا هم قبلش دوباره شروع شده، قبل از دوران رکود شاخص نزولی شده. اینجا شاخص به حداکثر خودش رسیده، بعد شاخص نزولی شده قبل از دوران رکود. اینجا شاخص مدت‌ها قبل نزولی شده، بعد رکود آغاز شده. اینجا هم شاخص مدت‌ها قبل نزولی شده. خیلی جالبه که در اون بحران بزرگ از 2005 شاخص نزولی بوده. قدرت پیشبینی کنندگی برای چی بالاست آقای جعفری؟ برای آغاز دوران رکود قدرت پیشبینی کنندگی خوبی داره. از طرف دیگه دقت بفرمایید، وقتی هم که این شاخص مثلا در سال 2008 شاخص قبل از این که رکود تمام بشه شاخص صعودی شده، در سال 2001 هم به همین صورت بوده، در سال 1990 احتمالاً همزمان شاخص صعودی شده، در سال 1985 قبلش یک مثلا چند ماه قبلش شاخص صعودی شده، در سال 1981 هم همین قضیه بوده. فقط در سال 1975 بوده که شاخص بعد از پایان دوران رکود شاخص صعودی شده. پس قدرت پیشبینی رکود و رونق این شاخص ارزشمنده. دقت می‌فرمایید؟ حالا اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. نداریم متأسفانه آقای
جعفری برفرضم داشته باشیم به چی کار میاد وقتی الان شرایط تورمی شما نرخ بهره بین بانکی تو کاهش میدی، داری تزریق منابع میکنی در بازار بین بانکی که بازار بورس تو رشد بدی، خب چه این شاخص چه فایده داره؟ بله بسیار. حالا دقت بفرمایید، افقهای زمانی در اقتصاد کلان ما در مورد بلند مدت و کوتاه مدت صحبت کرده بودیم، اما اینجا میخوایم یک تفاوتی بگیم که چی شاخص‌های اقتصادی، ایندیکیتورهای اقتصادی چه تفاوتی دارن در بلند مدت و کوتاه مدت. و همین یک نکته رو، همین یک اسلاید اگر شما دقت کنید، بعد میبینید چقدر راحت شما بعد از این میتونید تحلیل اقتصادی انجام بدید. یعنی فقط منحنی عرضه و تقاضایی که قبلا شاید در اقتصاد در گذشته داشتید، اگرم نداشتید راحت میتونید خودتون فکر کنید و متوجه بشید منحنی عرضه و منحنی تقاضا چه هستند. اگر این نکته رو بهش اضافه کنید کاملا قدرت تحلیلی پیدا می‌کنه. قبلا هم در کلاس ما اینا رو توضیح دادیم. در بلند مدت قیمت‌ها چی هستند؟ انعطاف پذیر هستند و به تغییرات در عرضه یا تقاضا پاسخ میدهند، واکنش نشان میدهند. دقت فرمودید؟ پس ما میگیم اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد بلند مدت، اقتصادی که قیمت‌ها همه چی رو تعیین خواهد کرد، قیمت‌ها انعطاف نشون میدهند، این قیمت ها واکنش نشان میدهند. اقتصاد کوتاه مدت اقتصاد کینزی و نیوکینزی، در کوتاه مدت بسیاری از قیمت ها در یک سطح از پیش تعیین شده چسبنده هستند یا ثابت هستند. دقت میفرمایید؟ بسیار خوب. اقتصاد در هنگام چسبندگی قیمت ها بسیار متفاوت عمل میکند. کوتاه مدت اقتصاد با بلند مدت اقتصاد بسیار با هم متفاوت هستند. خلاصه ای از نظریه کلاسیک کلان یا نظریه کلان کلاسیکا و کلاسیکا. در نظریه کلاسیک تولید را طرف عرضه تعیین می کند، عرضه سرمایه، عرضه نیروی کار، فناوری. دقت فرمودید؟ اینها هستند که تولید را تعیین می کنند. تغییرات تقاضا برای کالاها و خدمات فقط بر قیمتها تأثیر می گذارد نه بر مقادیر. پس سی اگر رشد کرد، آی اگر رشد کرد، جی اگر رشد کرد، در طبق نظریه کلاسیک قیمت رو تغییر میده. پس با سیاست انبساطی مثلا پولی شما نمیتوانید رونق ایجاد کنید در نظریه اقتصاد کلان کلاسیک. پس انعطاف پذیری قیمت ها کامل فرض میشود. خب نظریه کلاسیک عرض کردیم، سالیان سال اینها با هم درگیر بودند. کلاسیکا میگفتن ما درست میگیم، کینزیان ها میگفتن ما درست میگیم، در نهایت هر دو آشتی کردن، گفتن هر دو درست میگن. نظریه کلاسیک در واقع میگه قیمت ها انعطاف پذیر هستند و قیمت ها واقعا در بلند مدت انعطاف پذیرند. قیمت ها ممکنه یک سال دو سال قیمت تثبیت بشه، ولی بعد از یکی دو سال قیمت ها شروع میکنن به تغییر کردن. بنابراین میریم به سمت شرایط بلند مدت یا دراز مدت اقتصادی. اما وقتی قیمت ها چسبنده اند در اقتصاد نئوکلاسیک و در اقتصاد نئوکینزیان و کینزیان، تولید و اشتغال بستگی تولید و اشتغال به تقاضا نیز بستگی دارد. خب تقاضا از کجا میاد دوستان؟ تقاضا از کجا میاد؟ تقاضا ممکن از سیاست بودجه دولت بیاد. یعنی مثلا به عنوان مثال دولت ممکنه که مقدار هزینه ها رو افزایش بده پس تقاضا رو افزایش بده، ممکنه مقدار مالیات رو کاهش بده پس تقاضا رو افزایش بده، ممکنه از سیاست پولی بیاد مقدار بیشتری پول در اقتصاد عرضه کنه. وقتی پول بیشتری در اقتصاد عرضه میشه، اگر قیمت ها چسبنده باشن و قیمت ها تغییر نکنن، این پول صرف چه خواهد شد؟ احسن، صرف تقاضا میشه، آقای میرزایی، اصلا تورم وقتیه که قیمت ها چسبنده نیستند، وقتی که قیمت ها حرکت میکنند. ببینید وضعیت قیمت ها در جامعه دقیقا مثل زلزله میمونه، یک گسلی وجود داره، سالیان سال چند قرن داره فشار به این گسل تحمیل میشه، فشار اضافه میشه روی گسل تا یک روزی مقاومت گسل از دست میره. روزی که مقاومت گسل از دست رفت، زلزله به وجود میاد. مسئله اینجاست که وقتی زلزله به وجود اومد، پس از زلزله پس لرزه خواهید داشت، درسته؟
یعنی اگر این دوتا گسر روی هم شروع به حرکت کردند، حالا دیگه برای یک مدتی حرکت ادامه پیدا میکنه. قیمت ها ثابتند، قیمت ها تثبیت شدند، قیمت ها چسبندگی دارند، قیمت ها تغییر نمی کنند. اما اگر شروع کردن تغییر کردن، حالا دیگه متوقف نمیشه. سیاست بودجه‌ای، سیاست پولی، عوامل برونزایی که بر روی مصرف یا بر روی سرمایه گذاری تأثیر میگذاره، همه اینها در کوتاه مدت تولید و اشتغال و تقاضا و همه رو تغییر میده. یعنی در بخش واقعی اقتصاد، در واقع هم شوک‌ها به بخش واقعی اقتصاد این منتقل میشه، هم سیاست بودجه‌ای و سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد منتقل میشه. پس کوتاه مدت، تعریف کوتاه مدت زمانی که قیمت‌ها چسبنده هستن. اگر قیمت‌ها چسبندگی خودشون از دست بدن، کارایی سیاست گذاری از دست میره، یا به عبارت دیگه حتی شوک ها به قیمت منتقل میشه به جای اینکه شوک ها به بخش واقعی اقتصاد منتقل بشه. اینا نکته اصلیه. ما نمیخوایم، حالا ببینید اینا در تعارض های ما هم قرار میگیره، حالا من بعدا بیشتر خدمت توضیح میدم. مدل تقاضا و عرضه کل، the model of aggregate demand and supply، الگویی که اکثر اقتصاددانان و سیاستگزاران جریان اصلی در مورد نوسان‌های اقتصادی و سیاست‌های ثبات اقتصادی استفاده می‌کنند. پس اگر می‌خواید ببینید که اقتصاددانان برجسته دنیا، بانک‌های مرکزی چگونه تحلیل می‌کنند شرایط رونق و رکود رو، خیلی ساده است، خیلی ساده است. از همین مدل استفاده می‌کنند. مدل بسیار ساده است به شرطی که متوجه بشیم. اگر متوجه نشیم، مرتب دچار مشکل می‌شیم. نحوه تعیین سطح قیمت و تولید کل را نشان میدن این مدل. یکی نشون میده چقدر تورم خواهید داشت، یکی نشون میده چقدر رشد اقتصادی خواهید داشت. نشان میده که چگونه رفتار اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است. در حال فرمودید منحنی تقاضای کل رابطه بین سطح قیمت و مقدار تولید مورد تقاضا را نشان میده. پس یک وقت هست که ما میخوایم ببینیم چقدر تقاضا در اقتصاد شکل میگیره. کل تقاضای اقتصاد رو به صورت یک عدد نشون میدیم. مثلا میگیم مثلا کل تقاضا یا کل درآمد در اقتصاد، مثلا کل جی دی پی در یک سال، مثلا در ایران مثلا در سال 1400 4 میلیون میلیارد تومان هست یا 4000 همت هست. در واقع فرمودید این تقاضا رو منحنی تقاضای کل نشون میده، بستگی به قیمت داره. در این فصل برای معرفی مدل ADAS، AD یعنی چی دوستان؟ احسن، Aggregate Demand، نه تقاضای کل، نه تقاضای عرضه، آقای مولایی، تقاضای کل. AS یعنی چی؟ AS یعنی چی؟ احسن، عرضه کل. پس مدل تقاضای کل، عرضه کل ما داریم. در مدل تقاضای کل، عرضه کل، ما از یک نظریه ساده تقاضای کل بر اساس تئوری مقداری پول استفاده می‌کنیم. تئوری مقداری پول یک تئوری بسیار ساده شده است. پس دقت می‌فرمایید بسیار ساده شده. خیلی شرایط اقتصاد می‌تونه پیچیده‌تر از نظریه مقداری پول یا تئوری مقداری پول باشه. در فصل‌های 10 تا 12 یعنی به تدریج از این فصل شروع میشه. البته من فکر می‌کنم برای این دوره 5 ما فصل 10 و 11 رو خدمتتون ارائه بدیم. حالا باید ببینم 12 رو احتمالاً میفته دوره بعد. ما 10 و 11 رو خدمت شما ارائه خواهیم داد که بیشتر در مورد نظریه تقاضای کل ما صحبت می‌کنیم، این نظریه رو گسترش میدیم. حالا فصل 4 ما نظریه مقداری پول یا معادله مقداری رو خدمت شما اونجا نشون داده بودیم. معادله مقداری پول، سوال فرمودن که البته نمیتونم بخونم، آقای میرزایی یک مقدار در بلند مدت جواب میدهد چون در اینجا افزایش مقدار پول منجر به تورم میشه. ببینید دقیقا آقای میرزایی همین هست. ببینید میگه که در این نظریه مقداری پول بلند مدت و کوتاه مدت با هم دیگه تفاوت داره. بله دقیقا. ببینید در نظریه مقداری پول وقتی که شما M یا V تغییر میکنه، P یا Y باید تغییر کنه. حالا در نظریه مقداری در اقتصاد کلان پیشرفته ما اتفاقا تمایز قائل میشیم. میگیم در کوتاه مدت اگر M یا V تغییر کرد،
در کوتاه مدت پی ثابته، پس چی تغییر میکنه؟ قیمت ثابته، پس چی تغییر میکنه دوستان؟ اگر ام بالا رفت، اگر شما سیاست پولی انبساطی در پیش گرفتید، در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی باعث میشه که مقدار وای شما رشد کنه. وای شما وقتی 1% رشد میکنه، 2%، 5% وای شما رشد میکنه، انتظار دارید که کدوم بخش وای خیلی رشد عجیبی داشته باشه؟ کدام بخش احسنت آی اینوستمنت سرمایه گذاری؟ پس شما واقعا میتونید اقتصاد رو از میتوانید اقتصاد رو از بحران به در بیارید. چگونه؟ MV مساوی است با PY. دقیق فرمودید MV مساوی است با PY. شما میتوانید پول خلق کنید، این پول رو در جامعه توزیع کنید، این پولی که در جامعه توزیع کردید به شرط اینکه سرعت گردش پول ثابت باشه و قیمت ثابت باشه در کوتاه مدت باعث میشه که تولید رشد کنه، به خصوص بخش سرمایه گذاری در تولید، اینوستمنت در تولید رشد کنه. خب یه وقتی هم هست وی تأثیر میگذاره، مثلا اینکه مثلا یک شوکی به اقتصاد وارد میشه، حالا به هر دلیلی، بعد مثلا سرعت گردش پول پایین میاد. حالا سرعت گردش پول که پایین اومد، قیمت ها که ثابته، روی چی تأثیر میگذاره؟ روی چی تأثیر میگذاره؟ روی وای باز تأثیر میگذاره. سرعت گردش پول کاهش پیدا میکنه، مقدار تولید در کوتاه مدت کاهش پیدا میکنه. صحبت اینجاست که در بلند مدت حالا شما میتونید بگید قیمت شروع میکنه تغییر کردن. اون زلزله که گفتم حادث میشه، اون گسل شروع به حرکت میکنه. به محض اینکه گسل شروع به حرکت میکنه، هر چه که ما بافته ایم برای افزایش تولید از بین میره. آیا این به معنای اینه که سیاست گذاری پولی و سیاست گذاری بودجه‌ای کارایی نداره؟ خیر. اتفاقا باید سعی کنید که مقدار رشد منفی تولید رو جلوشو بگیرید در کوتاه مدت، یعنی تولید رو برگردانی به شرایط عادی در کوتاه مدت. دقیق فرمایید. پس ببینید شما مثلا یک کسی که داره رانندگی میکنه، بعد از جاده داره خارج میشه، بعد برگردونه ماشین رو به سمت جاده، بعد تو این مسیر میتونه ادامه حرکت بده. بنابراین که ما خیلی وقتا میتونیم در اقتصاد روی واکنش کوتاه مدت اقتصاد حساب کنیم که اقتصاد وارد دره نشه. اگر فرمون رو نپیچونی اقتصاد وارد دره میشه. حالا چگونه ممکنه که شما مثلا سیاست انبساطی پولی در پیش میگیری، پول چاپ میکنی؟ همین کاری که در بحران کرونا کشور امریکا انجام داده یا کشور اروپایی انجام دادن، یعنی پول چاپ کردن. چون قیمت ثابته، پس این چاپ پول تأثیر میذاره روی اینکه جلوی کاهش شدید اشتغال، جلوی کاهش شدید سرمایه گذاری رو گرفت. خیلی خب، حالا اینجا رو ببینید، این منحنی ایدی هست. منحنی ایدی یعنی aggregate demand، یعنی تقاضای کل، تقاضا برای کل محصولات داخل جامعه، تقاضا برای کل محصولات داخل جامعه با سطح عمومی قیمت ها رابطه منفی داره. الان اینو قبول دارید دیگه دوستان، تولید و درآمد رابطه معکوس با قیمت دارن. در فرمودید اگر قیمت افزایش پیدا کنه، قیمت کالاها اگر افزایش پیدا کنه، شما مصرفتون رو کم میکنید. گران بشه شما مصرفتون رو کم میکنید، ارزان بشه شما مصرفتون رو زیاد میکنید. به همین راحتی افزایش سطح قیمت ها باعث کاهش موجودی پول واقعی. حالا اینجا به صورت ام به روی پی اومده این رو بررسی کرده و ما اینو قبلا هم توضیح داده بودیم که ام به روی پی چه مفهومی داره. ام یعنی مقدار پول در جامعه، پی یعنی قیمت. از همون رابطه مقداری پول اینجا شما میتونید هر دو طرف رو تقسیم بر پی بکنید. اگر هر دو طرف رو من تقسیم بر پی کنم دوستان، الان چی داریم؟ اگر هر دو طرف رو ما تقسیم بر پی کنیم چی خواهیم داشت؟ ببینید، خیلی مناظر فرمه ام وی رو تقسیم بر پی میکنیم، پی وای رو هم تقسیم بر پی میکنیم. اون وقت چی خواهیم داشت؟ اون وقت در واقع خواهیم داشت وای مساوی با
امپیوم ضرب در چی؟ ضرب در وی. سوال اینجاست دوستان عزیز، امپیوم چیه؟ خاطرتون از ما امپیوم رو چه مینا میدیم؟ قبلا یادتونه؟ وای مساویه با ام وی تقسیم بر پی. منتها امپیوم به روی ضرب در وی بنویسید بهتره. احسن، نه غلط نوشتی. قیمت واقعی نیست، قیمت همیشه قیمت واقعی نداریم آقای میرزایی. آها پول واقعی. پول به کالا، مقدار پول بر حسب کالا. ببینید مقدار تقاضا برای کالا، این مقدار تقاضا برای کالاست. پس این منحنی انده در واقع این چیز رابطه این مقداری به شما در واقع داره تقاضای کل رو میده. ببینید تقاضای کلی که بالا نوشتیم همین وایی است که اینجا گذاشتیم. تقاضای کل مساوی است با مقدار واقعی پول، یعنی مقدار پول بر اساس قدرت خرید پول باری کلاقه بزرگتر، ضرب در سرعت گردش پول. همین دوتاست. دقت میکنید؟ به همین سادگی. حالا ما میگیم که اگر قیمت افزایش پیدا کنه، پی افزایش پیدا کنه، قدرت خرید پولی که شما دارید کاهش پیدا میکنه. شما 1000 تومان داشتید قبلا، با این 1000 تومان میتونستید دو تا بستنی بخرید. حالا قیمت بستنی دو برابر شده، با اون 1000 تومان فقط یک بستنی میتونید بخرید. پس افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید میشه، باعث کاهش موجودی پول واقعی میشه و در نتیجه باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات خواهد شد. پس رابطه بین تقاضا و مقدار پول واقعی یک رابطه منفی است. وقتی که شما افزایش عرضه پول دارید، منحنی تقاضای کل شما به سمت راست حرکت میکنه، به سمت راست منتقل میشود. افزایش عرضه پول منحنی تقاضای کل را به سمت راست منتقل میکند. چرا دوستان؟ باز برمیگردیم توی در واقع نموداری که داشتیم، فرمولی که داشتیم. فرمول ما میگفت وای مساویه با ام به روی پی ضرب در وی. اگر این مقدار ام شما رشد بکنه و بالا بره، انتظار داره چه اتفاقی بیفته؟ کل این منحنی، کل این به سمت بالا خواهد رفت. دقیق فرمودید کل به سمت در واقع به سمت راست شیفت میکنه. پس اگر شما سیاست انبساطی پولی داشتید، اگر مقدار پول در جامعه افزایش پیدا کرد، همه این چی میشه؟ به سمت راست شیفت میکنه. خیلی خب، حالا ملاحظه بفرمایید. پس افزایش عرضه پول باعث میشه کل تقاضاها در هر سطح قیمتی تقاضا چیکار کنه؟ افزایش پیدا کنه. دقیق فرمودید. از فصل 3 به یاد دارید، در دراز مدت تولید با استفاده از عامل عرضه و فناوری تعیین می‌شود. حالا اگر خواستیم عرضه کل رو در بلند مدت نشون بدیم، عرضه کل در بلند مدت بستگی به چی داره دوستان؟ بستگی به این داره که مقدار سرمایه شما چقدره، تعداد نیروی کار شما چقدره و چه تکنولوژی استفاده میکنید. پس در بلند مدت مقدار تولید بستگی به چی داره؟ بستگی به تکنولوژی با F نشون میدیم، بستگی به سرمایه با K نشون میدیم، بستگی به L با L نشون میدیم. پس سطح تولید، حالا در بلند مدت سطح تولید یک سطح تولید ثابتی هست. این علامت باری که بالای وای گذاشته یعنی چی دوستان؟ یعنی درآمد ما، تولید ما، تقاضای ما چیه؟ آفرین، ثابته. ما این ثابت رو در اقتصاد همون حالت طبیعی در نظر میگیریم که آقای جعفری اشاره کردش، باری کلا. درنتون میگیم در بلند مدت به سطح تولید اشتغال کامل خواهید رسید، به تولید طبیعی خواهید رسید. تولید طبیعی یا تولید کامل جایی هست که اشتغال کامل یا اشتغال طبیعی داریم. دقیق فرمودید در بلند مدت وقتی که تولید شما در حالت باثبات بود، در حالت اشتغال کامل بود، کی شما هم ثابته، ال شما هم ثابت در نظر گرفته میشه. اشتغال کامل به این معنی است که بیکاری برابر با نرخ طبیعی آن است. البته صفر نیست. عرض کردم قبلا نرخ طبیعی بیکاری در ایران احتمالاً 12%، 13%، 14%، در امریکا احتمالاً 3 تا 4%.
دقیقا فرمودید. پس اینجوری نیست که ما فرض کنیم که در این فرمول به نرخ در واقع صفر بیکاری رسیدیم. اما این داره چی میگه؟ داره میگه که اصلا در بلند مدت تولید شما ربطی به قیمت نداره. در بلند مدت تولید شما رو مقدار سرمایه تامین میکنه، تعداد نیروی کار تامین میکنه و تکنولوژی تامین میکنه. نسبت به قیمت تولید چه هست دوستان؟ اینسنسیتیو هست، حساسیت نسبت به قیمت نداره. در هر قیمتی که میخواد باشه در بلند مدت تولید ما از جای دیگه به دست میاد. اگر میخوای در بلند مدت تولید وضع تولیدت خوب بشه، باید فناوری و تکنولوژیت رو ارتقا بدی، یا بتونی منابع بیشتری رو سرمایه گذاری کنی، یا بتونی نیروی انسانی بیشتری جذب کنی. به جز این راهی نداری که در بلند مدت تولید خودت رو افزایش بدی. بسیار. پس این تولید در بلند مدت. خب حالا دقت بفرمایید اینجا خیلی قشنگ شده. دقت بفرمایید خیلی خوب شده. البته از ادمینم تشکر میکنم، یک فونت جدیدی برای ما پیدا کرده، خیلی به این نمودارا میاد. ببینید فونت فارسی که گذاشتیم خیلی به نمودار میاد. خب ببینید، فرض کنید که یک کاهش در تقاضای کل داریم، یعنی وارد رکود شدیم، حالا به هر دلیلی، به دلیل انتظارات یا به دلیل تحریم یا به دلیل جنگ یا به دلیل شایعات، به هر دلیلی ممکنه که کاهش در تقاضای کل داشته باشیم. یعنی منحنی ایدی شما، منحنی اگریگیت دیمند شما به سمت چپ تغییر مسیر، تغییر جهت بده، در واقع حرکت کنه به سمت چپ. خب اگر منحنی شما به سمت چپ حرکت کنه، سطح قیمت ها در دراز مدت کاهش میابد. درسته؟ چرا سطح قیمت ها در بلند مدت کاهش میابد؟ چون تغییر در تقاضای کل در بلند مدت تغییری در میزان عرضه نمیدهد. قشنگه ها، دقت فرمایید. نموداره به نظر خیلی راحت میرسه، ولی باید روش فکر کنید. تقاضای شما کاهش پیدا کرده، اقتصاد شما یه مقدار کارخونه دارن، کارخونه دارن تولید میکنن، به تولید خودشون ادامه میدن، تولیده کاهش پیدا نمیکنه در بلند مدت. چی کاهش پیدا میکنه دوستان؟ شما تقاضا بنز تقاضای سابق نیست. نه، تقاضا مصرف کاهش پیدا میکنه. اگر تقاضا بنز تقاضای سابق نبود ولی عرضه به اندازه عرضه سابق بود، چه اتفاقی میفته؟ باریکلا قیمت عرضه میشه. قبلا همه شیر میخوردن، قیمت شیر رسیده بوده مثلا به لیتری مثلا 10,000 تومان. الان یه تعداد افراد میگن ما دیگه شیر نمیخوریم. مقدار تولید شیر، وقتی افراد میگن ما دیگه شیر نمیخوریم، در بلند مدت مقدار تولید شیر به اندازه سابق میمونه. کارخونه به اندازه هر چقدر بتونه تولید میکنه، شیر تولید میکنه، با هم رقابت میکنن. پس دقت بفرمایید، در بلند مدت اگر کاهشی در تقاضا اتفاق بیفتد، در بلند مدت این کاهش به کاهش تولید منجر نمی شود و فقط قیمت را کاهش می دهد. اما در کوتاه مدت قضیه کاملا می تواند متفاوت باشه. حالا من اینم خدمتتون نشون بدم و بقیهش بمونه برای جلسه بعد. عرضه کل در کوتاه مدت، بسیاری از قیمت ها در کوتاه مدت چسبنده هستند، ثابت هستند. پس قیمت دیگه تغییر نمی کنه در کوتاه مدت. در حال حاضر و از طریق فصل 12 فرض می کنیم. و تا فصل 12 البته بوده این، از طریق نه through chapter 12، یعنی تا فصل 12 فرض میکنیم تمام قیمت ها در کوتاه مدت در یک سطح از پیش تعیین شده ثابت میمانند. شرکت ها به همان اندازه که مشتریان مایل به خرید هستن، مایل به فروش در همان سطح قیمت هستن. بنابراین منحنی عرضه کل در کوتاه مدت که تحت عنوان short run aggregate supply یا SRAS نمایش میدیم، در کوتاه مدت افقی است. ملاحظه بفرمایید دوستان، در بلند مدت منحنی عرضه کاملا عمودی، در کوتاه مدت کاملا افقی. قیمت اینجا ببینید، اینجا قیمت ثابته. هر نوع تولیدی ممکنه که، هر مقدار تولیدی ممکنه ما داشته باشیم، بستگی به مقدار، به منحنی تقاضا داره. منحنی SRAS افقی است. سطح قیمت در یک سطح از پیش تعیین شده ثابت میماند. از قیمت دیگه در کدام مدت تغییر نمی کنه و بنگاه ها به اندازه تقاضای
خریداران فروش خواهند داشت. در کوتاه مدت وقتی که شوک منفی طرف تقاضا ایجاد میشه و هر دلیلی افراد دیگه به اندازه کافی تقاضا ندارن، ملازم میفرمان که در کوتاه مدت فقط و فقط روی تولید تأثیر میگذاره و قیمت تغییر نمی کنه. در کوتاه مدت شما با یک شوک خارجی اگر به اقتصادتون وارد بشه، خیلی اوقات ممکنه که وارد دوران رکود شدید بشوید، مقدار تولید کاهش پیدا کنه، مقدار سرمایه گذاری به شدت بیشتر از تولید کاهش پیدا کنه و وارد یک چرخه معیوبی بشوید که مثلا در 1929 در امریکا اتفاق افتاد. پس شرایط کوتاه مدت می تواند تأثیرات جدی بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما صحبت اینجاست که برای در بلند مدت بسیاری از این شوک‌ها به بخش اسمی اقتصاد منتقل می شود، یعنی به قیمت‌ها در نهایت منتقل می شود. دقیق فرمودید، بسیار خوب. من با اجازه‌تون تا اینجا کافی است، متوقف می کنم کار رو و میریم روی صفحه در واقع دیسکاشن. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. بسیار فیلم رو هم تغییر جهتی بدهیم. بسیار خوب، سوالی هست من در خدمتم، خسته نباشید. استاد، دلیل افزایش نرخ طلای جهانی در سال 2008 تا سال 2011 چه بوده؟ بله، و آیا میشه تعمیمش داد به الان؟ بله، خیلی ها تعمیم دادن به الان. حتی شنیدم که افرادی که با تداوان مثلا اقتصاددانان بزرگ ایرانی حضور داشتن در بازارهای سرمایه و اینها، مبلغ زیادی رو به سمت طلا بردن، چون فکر می‌کردم همون شرایط 2008 تا 2011 تکرار میشه و متاسفانه ورشکستگی‌های بزرگی رو به بار آوردن. هیچ وقت نمیتونه بگه که اقتصاد دوباره خودش رو تکرار میکنه. میتونیم انتظار داشته باشیم، بله، چون که حجم پول به شدت افزایش پیدا کرد از سال 2010، پیش بینی میشد که این افزایش حجم پول به چه بیانجامد؟ به افزایش مقدار تولید، ببخشید، به افزایش قیمت طلا بیانجامد، ولی بیت کوین رقیب طلا شد و وضعیت رو دگرگون کرد. خب بعد بیشتر مقدار تولید ثابت میمونه حتی وقتی که قیمت کاهشی بشه، چون ممکنه بعضی از تولید کننده ها تولید را متوقف کنند. بله، در کوتاه مدت برخی از تولید کنندگان تولید رو متوقف میکنند، در بلند مدت به اندازه سابق تولید میکنن، در بلند مدت قیمت تغییر میکنه، در کوتاه مدت تولید تغییر میکنه. این نکته اصلی است که باید در نظر بگیرید. پس تغییری که در اقتصاد به وجود میاد به دلیل تغییر در منحنی عرضه هست که منحنی عرضه بین کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت خیلی خیلی اساسیه. این رو دقت بفرمایید. بسیار. سوال دیگری اگر باشه من در خدمتتون هستم. بله، خواهش میکنم آقای میرزایی. پس شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید که بین کوتاه مدت و بلند مدت، اول در کوتاه مدت منحنی کاملا افقی، در بلند مدت کاملا عمودی، و بین کوتاه مدت و بلند مدت شما میدید که منحنی از حالت کاملا افقی به حالت کاملا عمودی تغییر جهت میدهد. بسیار خوب. خب دوستان عزیز، من همینجا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا جلسه آینده. خدا نگهدار شما.